قاره آفریقا یک قاره پهناوره. کشورهای بزرگی مثل آمریکا، چین و هند روی هم رفته اندازه قاره آفریقا هم نمیشن. و چی شد که به این قاره، به این پهناوری اسلام نفوذ کرد؟ اصلا چطور شد که اسلام از اعراب به آفریقایی‌ها سرایت کرد و به اونا نفوذ کرد و تونست اونها رو مسلمان کنه؟ تو این ویدیو به این کنجکاوی سعی میکنیم پاسخ بدیم. برای خود من خیلی جالب بود که بدونم که چه اتفاقی افتاد که اسلام از ناحیه عربستان به سمت آفریقا در واقع حرکت کرد و این روزها میبینیم که اکثر مردم آفریقایی مسلمان هست. این روزا مذهب غالب کشورهای آفریقایی، بلخص کشورهای شمال آفریقا، اسلام هستش. گفته میشه که بعد از خاورمیانه آفریقا منطقه‌ای هستش که بیشتر مسلمان‌ها رو توی خودش گنجونده. اما چی شد که اونها در واقع اینقدر مسلمان شدن؟ اولین دیدار آفریقایی‌ها با مسلمان‌ها برمیگرده به دوران پیامبر اسلام، وقتی که از طرف پیامبر اسلام یک گروهی به حبشه یا همه اتیوپی کنونی میرن و پیام پیامبر رو به دست حبشه‌ای ها میدن. حبشه‌ای ها خیلی خوب با اونها برخورد کردن و بعد از اون با پیامبر اسلام بیعت کردن و از اونها به شدت حمایت کردن و خیلی از اونها حتی همون موقع به اسلام پیوستن. اما خب بعد از اون خیلی اتفاق خاصی توی آفریقا نیفتاد تا زمانی که عمر میاد و خلافت رو توی حکومت اسلامی به دستش میگیره. عمر لشکرکشی میکنه به مصر. مصر همونطور که میدونیم یکی از بزرگترین و تاریخی ترین کشورهای دنیاست و اون دوران هم عظمت و شکوه خیلی خاصی رو داشته. وقتی که عمر موفق میشه که مصر رو تصرف کنه و اعراب مسلمون مصر رو میگیرن، اونا به شدت به در واقع اعتماد به نفسشون اضافه میشه و خیلی به خودشون میبالن و جالبه که موفق میشن که بعد از اون کشور خیلی زیادی رو اونجا تصرف کنن. عثمان هم موفقیت هایی رو برای غصب و تصرف مناطق توی آفریقا داشتش، اما اوج قدرت اونا به زمان امویان مربوط میشه. وقتی که این سلسله قدرت داشته، اونا موفق میشن که کشور بزرگ الجزایر رو بگیرن و تصرف کنن و یک سال بعدش هم مراکش رو میتونن که تصرف کنن و اشغال کنن. اون موقع تو الجزایر و مراکش فنیقی ها داشتن حکمرانی میکردن و فنیقی ها زبان فنیقی رو تو اون ناحیه استفاده میکردن. مصری ها هم از زبان مصری استفاده میکردن. اما بعد از حمله اعراب و در واقع تثبیت حکومت های اسلامی اونجاها، زبان عربی قدرت حاکم میشه توی نسبت به زبان‌های دیگه توی اون ناحیه و متأسفانه اونا زبان مادریشون رو می‌بینیم که امروز از دست دادن و کسی به این زبان‌ها توی اون ناحیه صحبت نمی‌کنه. خب شاید اونا یک آدم بزرگی مثل فردوسی رو نداشتن تا بتونه زبان مادریشون رو نجات بده. بعد از اون خیلی اتفاق خاصی توی آفریقا نیفتاد و کشورهایی که تصرف شد توسط اعراب به شکل در واقع حکومت‌های اسلامی داشتن اداره می‌شدن و همیشه از طرف خلیفه مسلمانان یک حاکم رو بر اونها انتخاب می‌کردن تا اینکه به زمان امپراتوری عثمانی میرسه. عثمانی‌ها موفق میشن که کشورهای زیادی رو توی آفریقا تصرف کنن و باعث شدن که در واقع خیلی دیگه از کشورهای آفریقا تحت سلطه مسلمان ها بیاد و از اون به بعد حتی نفوذ اسلام تو این قاره بیشتر شد. تو سالهای اخیر شاهد حضور یک سری گروه های اسلامی افراطی تو کشورهای آفریقا هستیم. این گروه ها به خاطر ضعف حکومت های این کشورها تونستن به شدت قدرت بگیرن. اونا از فقر مردم و همینطور جمعیت بالا و بدون سواد آفریقا استفاده میکنند، سوء استفاده در واقع میکنند تا بتونن جوانای این کشورها رو شستشوی مغزی بدن
و به استخدام خودشون در بیارن. یکی از معروفتریناشون حتما شنیدید که گروه بوکو حرام هستش. بوکو حرام معنیش اصلا میشه تحصیل غربی حرام، و اونا کاملا مخالف تحصیل مردم و بلخص مشکلات خیلی اساسی با خانوم ها داره. این گروه توی نیجریه، نیجر و مالی خیلی قدرت گرفته بود و حتی تو شمال کامرون و بعضی کشورهای دیگه هم دیده شد که اونا طرفداری دارن. اما این گروه ها چطوری میتونن به حیاتشون ادامه بدن؟ یکی از مهمترین تجارت این گروه ها تجارت آج فیل هستش. آج فیل یک کالای بسیار گران قیمت و نایاب هستش و متاسفانه کشورهایی مثل کشورهای چین و بعضی از کشورهای غربی تو بازار سیاه با این آدمهای پلید و افراطی معامله میکنن و به خاطر اینکه به سود بیشتری برسن براشون اصلا مهم نیستش و اونا هم سعی میکنن با فروش آج فیل با قیمتهای خیلی نازل بتونن اسلحه تهیه کنن و بتونن در واقع به حکمرانیشون ادامه بدن. این گروه تو زمانی که تشکیل شد گفتش که من شاخی از القاعده هستم و بعدها وقتی که سر و کله داعش پیدا شد و اونا اونجا توی عراق و در واقع سوریه قدرت گرفتن با ابوبکر بغدادی بیعت کردن و خودشون رو نماینده جامعه اسلام توی مغرب اسم گذاری کردن. اما خب اینا مسائلی بود که به مرور زمان با تضعیف این تروریست ها، القاعده ها و همینطور داعشی ها، اونها هم تضعیف شدن. تو سالهای اخیر هم کشورهای کامرون، نیجر و نیجریه به همراه بعضی از کشورهای دیگه سعی کردن که حدود 8000 سرباز رو برای جنگیدن و مبارزه با بوکو حرام استخدام کنن و اونا موفق شدن که تا حدی بتونن این گروه رو عقب بشونن و در واقع اختیارات رو از دستشون خارج کنن. اما کماکان اونها به شکل ضعیف شده توی آفریقا وجود دارن و هر لحظه ممکنه که باز هم قدرت بگیرن و متاسفانه دست به جنایت زیادی بزنن. امیدواریم که یک روزی بیاد تا افراطی‌گری های مذهبی و نژادی از دنیا حذف بشه. البته آرزو بر جوانان عیب نیست. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگه اونو دوست داشتین حتما لایکش کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. ممنونم که همراه ما بودین. منتظر نظرتون توی کامنت ها هستم. خدا نگهدار.